علی باقری کنی معاون مزدور وزیر خارجه ی منحوس جمهوری اسلامی که به هند سفر کرده در گفتگو با رسانه های این کشور آمارهای ارائه شده از طرف سازمان های حقوق بشری درباره تعداد جانباختگان اعتراضات کشورمون رو رد کرده. در حالی که در کشور روزی ده ها نفر در نقاط مختلف بر اثر ضرب و شتم و گلوله و جدیدن هم با انتشار گاز سمی توسط سپاه در حال جان باختنن و هر لحظه با صدای انفجاری مهیب مردم وحشت زده از خونه هاشون خارج میشن و از بقیه هم میخوان از منزل خارج شن و در تمام این بگیر و ببند ها و از بین رفتن ها معاون وزیر خارجه رزل و پست جمهوری اسلامی همه رو در هند تکذیب کرده. تا الان بر اساس آمارهای مختلف سازمانهای حقوق بشری بیشتر از 400 معترض در جریان اعتراضات جاری در ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پلید جان باختند. باقری در گفتگو با شبکه اندی تیوی به تشکیل یک کمیته زیر نظر وزارت کشور اشاره کرد و ادعا کرده در این اعتراضات نزدیک به پنجاه نیروی پلیس هم به درک واصل شدن که چندتاشون هم زخمی شدن این مقام مزدور و دروغ و فریبکار جمهوری اسلامی به درک واصل شدن نیروهای پلیس و دلیلی بر مسالمت آمیز نبودن اعتراضات ایران دونسته این در حالیه که در وحله اول به طور کلی اعتراضات و کنش ها و واکنش ها بین مردم و حکومت در ایران و تکسیب کرده بود و در حالی که بر اساس گزارش های مستقل و بین المللی نیروهای مزدور جمهوری اسلامی از بد و شروع اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در ایران در واکنش به مرگ مظلومانی محسا از سلاح های بزرگ برای سرکوب معترضان استفاده کردند. باغری کنی همچنین ادعا کرده مردم برای بیان نظراتشون در ایران مانعی ندارند بعد از انقلاب اسلامی زنان بیشترین پیشرفت ها رو داشتند این ملعون هم مثل بقیه ی مقام های مزدور جمهوری اسلامی مدعی دخالت بیگانگان در اعتراضات جاری در ایران شده و اونا رو به روایت سازی های غلط و حتی دروغ از اعتراضات متهم کرده